زلزله به شدت 6.3 به مقیاس ریکتر و سپس 8 پس لرزه قوی مناطق صعب العبور در 30 کیلومتری شمال غرب مرکز ولایت هرات را متاثر ساخت که باعث ویران شدن خانه های روستایی شد و باشندگان این مناطق را به جاده ها فراری کرد. حالا درست پس از مرگبارترین زلزله رخ داده در سالهای اخیر در این منطقه، نیروهای امدادرسانی و نجات برای بیرون آوردن بازماندگان و اجساد از زیر آوارها تلاش میکنند. شما چشم سر مشاهده میکنید کمی قلعه هوا تخریب شده، تعداد زیاد تلفات مالی داشتیم، تو جانی داشتیم، زندگی را کمی میبینید کمی دم از بین برفته و همه لاروان سرمان گردانی حادثه خطرناک و هم برفتادن برابر نمی چیزی که ما بگیم. میبینید که در همین بود شد تمام این قریه هم برای میتونی که میستیم هم سعی کنیم هستی و نیستی مردم هم از بین رفت. رئیس بخش فوریت‌های صحی سازمان جهانی صحت یا WHO روز دوشنبه گفت که زنان و کودکان 2/3 قربانیان این زلزله را تشکیل می‌دهند که با جراحات شدید در شفاخانه‌ها بستری شدند. نواسم بو مردی تو اردی تو بو مرده اون اینج وزیر تمام زندگی ما ما بش که است وزیر زمین هم لایلو شد. داوطلبان در روستای سیاهاب ولایت هرات روز دوشنبه گورهای دستجمی را افرو کردند تا اجساد قربانیان را دفن کنند. این داوطلبان از جامعه جهانی خواستند تا کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های مالی را به آسیب دیدگان این مصیبت ارائه کنند. امروز صبح بود، سحری تقریبا ساعت 5 بود برسیدیم. به اونجا دادم که بیان جنازه تقریبا 30 تا هم چیزی بخونم اونجا و خاک کردیم. دیگه هنوز که تو خست سرسوهایی بینامده که جنازه ها خود تحویل بگیرم قبر خلی کنده یعنی شاید بالای 500 تا قبر بکنده باشه کنده همه که شاغل ها میرم و هم صف کرده میرم. حکومت طالبان تلفات این زلزله را که پس از زلزله های ترکیه و سوریه که در آن حدود 50,000 نفر کشته شدند کم از کم 2,400 نفر گفته و زخمیان را بیش از 2,000 نفر اعلام کردند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.